قضاوت، قضاوت. میدونیم بچه ها، ما قضاوت اصلا نمیدونیم یعنی چی. فکر میکنیم قضاوت یعنی تو ذهنمون یک دادگاهی تصور میکنیم که الان اون چکش هم میگیریم، تق تق میزنیم، اون فقط یعنی قضاوت. در صورتی که بچه ها هر گونه نظری شما راجبه خودتون، حتی نظر مساویست با قضاوت، یعنی این دوتا کلمه کاملا یکیه. نظر دادن با قضاوت کردن فرقی نمیکنه، یکیه. ما فهم کنیم که نظر دادن فرق میکنه با قضاوت کردن. خیلی جالبه بچه، میان توی دایرکت ها میبیسن مثلا بدون قضاوت دو صفحه نوشته، مثلا من پست گذاشتم راجب فرزند ایلان ماسک، یه چیز خوب راجب ایلان ماسک گفتم، بدون قضاوت سه صفحه چیزی نوشته. بگم خوب بدون قضاوت بود، با قضاوت بود چی بود؟ ببینید بچه ها، وقتی من از یکی مثلا تعریف میکنم، یا همه ما وقتی یکی تعریف میکنیم، دلیل نمیشون آدم پیغمبره یا خوب مطلقه، که همه ماها بچه ها سیاه و سفیدیم. همه ما خوبی ها و بدی های خودمونو داریم. هیچ آدمی نیست بچه ها بدی نداشته، سیاهی نداشته باشه. مگه میشه آخه؟ ما آدمیم دیگه، ما خطا میکنیم. اشتباه کردن هم اشکال نداره، اشتباه رو تکرار کردن اشکال داره، درسته؟ پس وقتی که فرزند من از یکی تعریف میکنم، یا هر کسی که تعریف میکنه، دلیل نمیشه اون آدم دیگه خوبه، خوبه مطلقه، که اینی که با زن مردم ریخته رو هم نمیدونم فلان کرده. اینا بچه ها قضاوت هاست دیگه، اینا نظر دادن هاست. شما راجع به هر آدمی نظر بدین یعنی قضاوت کرد، همین. پس نظر دادن مساویس با قضاوت کردن. و اینی که بچه ها نظراتی که ما میدیم، یه بار توی یه استوری گفتم، تو کلیسا هم بودم فکر کنم، چه جای خوشگلی بود، توی پیج قبلیه بود، هک شد. کلن بچه ها قضاوت کردن یعنی نتیجه گیری با توجه به داده های ذهنی. یعنی شما نظری که دارید میدین با توجه به این داده هایی که توی ذهنتونه دارین میدین. اون وقت داده های ذهن من آیا برای رسیدن به نتیجه کافیه؟ آیا داده های ذهن من برای رسیدن به نتیجه درسته؟ من از کجا بدونم نظری که دارم میدم این نظر درست باشه؟ بعد حالا چرا ما فهم کنیم که نه این فرق میکنه دیگه اینجوریه دیگه؟ چون یه چیزی داریم میگیم خب ما دیگه مطمئنیم دیگه درسته، مطمئنیم که داریم درست میگیم. ببینید قضاوت نکردن بحث این نیستش که بچه شما دارید درست میگید یا غلط میگید. بله درست میگید، منتها اون درست شما توی زمان و مکان شماست، شما هستین جای اون طرف. ببینید بچه ها، ما هممون مثل روی یک موجیم، روی یه چرخیم، مثل این میمونه که هممون دور یک میز گرد نشستیم. ما آدمیم دیگه، پشت سرمون چش داریم؟ نداریم دیگه. پس ما نمیتونیم که به همه چی مسلط باشیم. ما فقط اون زاویه خودمون رو میبینیم، ما فقط از نگاه خودمون میتونیم یه چیزی رو ببینیم و درک بکنیم. بعد اون چیزی هم که میگیم شاید درست باشه، بله، اما گاهی وقتا ما یه چیزی میگیم بچه ها درست هم هست، ولی اون چیز یه خنجریه توی یه قلب یکی. چون اوکی اینجوریه، تو از کجا میدونی که طرف چرا مثلا اونجوریه؟ اگه اون اتفاق افتاده فلانی اون کارو کرده، تو از کجا میدونی که چه اتفاقی افتاده بوده، که اون طرف چی تو ذهنش بوده که این کارو کرده؟ من هرچی که میدونم از کجا میدونم اصلا چرا اینجوریه؟ بچه ها الانی که ما افتادیم توی یک مداری که داریم قضاوت‌ها رو خیلی سریع پس میدیم، کسی که توی پروسه بیداری هستن، مخصوصا کسی که بیدار شدن، این همزمانی ها خیلی سرعتش رفته بالا. یعنی یه چیزی که همزمان که داری فکر میکنی همه با هم بهت وصلن، همزمان همه با هم اون اتفاقا میفته. خیلی بچه تو کامنت ها اگه بخونین، خیلی ها میان مینویسن این مسئله درگیری ذهنی من بود، یا امروز اتفاق افتاده بود، یا ماجرای مثلا من بود که امروز شما مثلا جواب دادی. اینی که بچه ما الان توی یک بودی هستیم که از نظر ذهنی خیلی به هم وصلیم، از نظر روحی خیلی به هم وصلیم، یعنی افکارمون خیلی به هم متصله. چون ما داریم به سمت یکی شدن پیش میریم بچه، ما داریم به سمت یکی شدن میریم، درسته؟ پس افکار ما، احساسات ما خیلی داره به هم متصل میشه.
این همزمانی ها خیلی داره به هم وصل میشه، سرعت دریافت همزمانی ها خیلی داره بالا میره. بعد این مسئله باعث میشه که اون قضاوتایی که میکنیم خیلی زود، یعنی من خودم قضاوتی که میکنم خیلی زود نتیجهشو میبینم، بعد به اشتباه هم پی میبرم و متوجه میشم که چقدر من زشت بینم، چقدر درونم هنوز سیاهی داره، چقدر هنوز زخمهایی هست که باید ترمیم بشه. چون قضاوتایی که بچه ما میکنیم از روی زخمهایی که از درون داریم. ما آدم ها رو اونجوری که هستن نمیبینیم، اونجوری که هستیم میبینیم. این حرف بچه ها خیلی عمیقه و بیداری روحانی بچه ها خیلی عمیقه. این که بچه ها من نمیتونم درک بکنم، من نمیتونم متوجه بشم، کاملا همینطوره. الان 5% میتونن درک بکنن که من این حرفایی که میزنم یعنی چی. اینی که میگم ما آدم ها رو اونجوری که هستن نمیبینیم، اونجوری که هستیم میبینیم یعنی چی. این که میگم همه چی درونته یعنی چی. اینی که میگم هیچی اون بیرون نیست، همه انعکاس درونه، بچه ها یعنی چی. اینا رو باید بهش برسیم و اینا رو با بیداری روحی بهش میرسیم، با بیداری معنوی بهش میرسیم. حالا بچه ها بیداری معنویه یک بعضی ها پایین میرن بالا، بعضی ها بالا میفتن پایین. یعنی من خودم بالا افتادم پایین. من بیداری، من بیداری شهودیه و این علمی هم که الان دارم به دستش میارم و در اختیار شما میذارم اینه که خودم الان دارم میخوام یاد بگیرم و بهترین راه یاد گرفتن یاد دادنه. چون یه سری سوالا دارم توی ذهنم که باید بهش برسم، یعنی هنوزم به اون حقیقت دست یافتم که همه چی تو منه، منم، ولی بازم خیلی سوالا هست. چون آدم وقتی بیدار میشه هی بیشتر میدونه که نمیدونه دیگه. اون نمیدونم که نمیدونم آقای میشه، میدونم که نمیدونم. وقتی هم که میدونی نمیدونی میخوای بدونی، بعد هی میری به سمتش که هی بیشتر بدونی. برای همین باید خیلی حواسمون باشه که گم نشیم. حالا برگردیم به بحث قضاوتمون. وقتی آدم بیدار میشه خیلی سریع یعنی به محضی که تو نظر میدی جوابش از یه جا دیگه میاد. به محضی که راجع به یه نفر یه فکری میکنی یه جایی جوابش سریع بهت گفته میشه که حالا نه صرفا که فقط اشتباه کردی، اینی که تو اون زاویه اون رو نمیدونی، اون نقطه جی اون رو نمیدونی. بچه شما الان روبروی من نشستین، درسته؟ شیش من الان نوه شماست، راست من الان چپ شماست، درسته؟ پس اگه وقتی شما فهم کنین که راست میگین، راست میگین، ولی راست شما چپ اون یکیه. مهم درست بودنه و فقط یه چیزی درسته و اونم حقیقته و اون خداست و اون وحدت، درسته؟ پس اینی که بچه ها یه استوری هم براتون گذاشتم، حالا اگه پستش رو پیدا بکنم ریپوست بکنم اونو، که راجع به تفکر هستیه. چون ببینید درک ما این بوده که قرآن اومده تناسخ رو نفی کرده، در صورتی که این کار نکرده. ببینید برداشت مهمه. حالا راجع به اینا بعدها در آینده ها صحبت میکنیم، الان که فعلا توی همون پایین ما اینا داریم آروم آروم میریم بالا دیگه. الان که داریم همون اولی انگار تمیزکاری اولیه رو میکنیم، قضاوت هامون، دروغ هامون، رفتار هامون، کردار هامون، داریم اون چیزای اولیه رو داریم درست میکنیم. همون رو حواسمون باشه چجوری. هر روز بچه ها بیشتر میترسم از اینکه بخوام یه حرفی بزنم راجع به کسی و تنها اینی که خب از من میپرسی خب چجوری، هی همه سوالاتون این که مثلا خب چجوری این کار بکنیم، چجوری اون کار بکنیم، چجوری این کار بکنیم، اینا رو بچه ها فرزن چجوری میتونین قضاوت نکنین؟ سکوت. شما نظر که بدین دارین قضاوت میکنین و من دارم به خودم میگم و اینا رو بلند بلند میگم که گوشم بشنوه، که ذهن و جسم و روح هم با هم تطبیق پیدا کنه. دارم به خودم میگم که وقتی که ما عاشق شیر کردنیم، عاشق تعریف کردنیم، عاشق اینیم که ذوقمون رو بریم به بقیه بگیم، ببینین اینجوریه اون اونجوریه، خوشمون میاد از شیر کردن، با هم دیگه صحبت کردن، انرژی رو پخش کردن، اما چه میدونیم که چی داریم میگیم، درسته؟ و اینو من هر روز دارم تمرین میکنم که چطوری من بتونم قضاوت نکنم، چطوری بتونم نه دیگه اون قطعا اشتباه کرده. بحث این نیستش که اون اشتباه کرده، بحث اون چراشه که چرا اون کار کرده. و بچه وقتی یه نفر یه اشتباهی رو میکنه، یه کار خطایی رو، همه ما به خودمون رجوع کنیم، ما وقتی کار خطایی رو میکنیم بیشتر از همه سنگینیش رو خودمون حس میکنیم.
وقتی کار اشتباهی میکنیم بیشتر از همه خودمونیم که اذیت میشیم. یه قضاوت اشتباهی میکنیم خودمونیم که با خودمون کلنجار میریم، میگیم وای من چه اشتباهی کردم، وای من چه... بعد حتی ما میتونیم اشتباهات بقیه رو ببخشیم، ولی بخشیدن اشتباهات خودمون سخت‌تره. ما همیشه رو خودمون سختگیرتریم. به خاطر همین بچه‌ها وقتی که نظر نمیدیم، سکوت میکنیم، برای خودمون کارما درست نمیکنیم. چون حتی اگر یه نفر داره خیلی اشتباه میکنه، یه نفر خیلی نمیدونه، یه نفر خیلی داره در نادانی به سر میبره، من با گفتن اون دارم فرکانسش رو تو کائنات تشدید میکنم. چون آیا اون آدم متوجه میشه؟ نه، اون آدم توی مداری نیستش که متوجه بشه شما چی میگی. پس وقتی شما داری بحث میکنی، فقط داری به قول معروف کیاس رو زیاد میکنی، این هرج و مرج کائنات رو زیاد میکنی، فرکانس های مخرب داری وارد میکنی. چون بچه نمیتونی وقتی که یه نفر متوجه حرف شما میشه، فکر نکنی که با توضیح دادن میتونید متوجه کنید. با توضیح دادن یا به اصطلاح بهش میگن اوور اکسپلین کردن، شما هرچی بیشتر توضیح بدی بدتر میکنی. اینو بچه راجع به توضیح دادن من میخواستم کلا یه لایو جدا بذارم، ولی الان یه هینتی بهتون بدم. توضیح دادن میدونی چیه؟ وقتی شما دارید چیز رو توضیح میدین، دارید در واقع به ناخودآگاه خودتون توضیح میدین. یعنی دارین خودتون رو قانع میکنین وقتی دارین توضیح میدین. انسانی که به آگاهی رسیده، به آگاهی اصلی، به حقیقت، انسانی که به حقیقت رسیده میدونه که چون خودش برای رسیدن بهش دهنجی سرویس شده دیگه، میدونه هر کسی نمیتونه بهش برسه، چون انقدر سخت رسیده بهش که میگه این تا بخواد به اون برسه بعد انقدر بچرخه 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 تا عوض باید بچرخه. پس آدمی که به حقیقت رسیده بر همین چیز رو توضیح نمیده، چون میدونه نمیتونه متوجه کنه، نمیتونه حالی کنه. این چیزا رسیدنیه بچه‌ها، رسیدن به حقیقت رسیدنیه، یعنی باید خودت بهش برسی و با قضاوت دادن، نظر دادن، فقط خودتو میبری تو اون ورتکس پایینیه، انگار هی خودتو برای بالا بردن کارتو سخت‌تر میکنی. نظر ندیم، بیان اصلا نگیم قضاوت نکن، بگیم نظر ندیم. واقعا چرا ما فکر میکنیم نظرمون مهمه همیشه؟ چرا فکر میکنیم خیلی بیشتر میدونیم؟ من دارم به خودم میگم ها، چرا من فکر میکنم خیلی بیشتر از بقیه میدونم؟ این خیلی توهمه، این خیلی توهمه. و چقدر خوبه بچه، وقتی خوبی آگاهی اینه که حداقل آدمایی رو دور و بر خودتون جذب میکنین که اونا هم آگاهن و انگار میشه مثل یک دانشگاهی که تو داری توی فوق تخصص تحصیل میکنی، داری بالای پی اچ دی درس میخونی. کسی که دقت کردین بچه، کسی که دارن مدارج بالا تحصیل میکنن، سیستمشون، انرژیشون انرژی درکه، انرژی بحث نیست. پایینی ها، سن کم ها، نوجوان ها، جوان ها، انرژیشون انرژی بحثه. وقتی آدم به آگاهی میرسه انرژیش انرژی درک میشه، یعنی دیگه بحث نمیکنه با کسی بخواد سعی کنه طرفو بفهمونه که اشتباه میکنی، چون میدونه اون نمیفهمه. دوستتون دارم.